چی میشه؟ ما یادمون میره مهربانی خدا، میره مهربانی باور مهربانی خدا کم کم برامون سخت میشه و چی میشه که کم کم حتی انکار میکنیم مهربانی خدا رو. شرایط زندگی ما به گونه ایست که ما همیشه خودمون رو تنها، بی پناه و بی غمگسار میدونیم. چرا؟ چون خدا پنهان شده از دیده ها، چون خدا با ما مستقیما در حال گفتگو نیست، چون خدا مستقیما در حال رد و بدل کردن آثار اعمال ما و عکس العمل نشون دادن به ما نیست. خدا میخواد زمینه ای رو برای ما باز کنه که ما بتونیم شایستگی های درونی خودمون رو نشون بدیم. پس نباید فوری به ما عکس العمل نشون بده، نه برای کارهای خوبمون نه برای کارهای بد ما. فوری خدا عکس العمل نشون نمیده. این معناش این نیست که نیست، این معناش اینه که تو خودت باشی، روی پای خودت بایستی. اگر خدا بنا بود برای هر رفتار ریز و درشت تو فوری عکس العمل نشون بده، دیگه تو به خاطر منافعت تحت تأثیر این عکس العمل ها زندگی میکردی. انتخاب تحت تأثیر این عکس العمل های فوری بود، ارزش های درونی خودتو نشون نمیدادی، امکان خطا پیدا نمیکردی، خلاق نمیشدی. خب در این دورانی که میخواهیم انتخاب کنیم، حق انتخاب داریم یا نه؟ برای اینکه حق انتخاب داشته باشیم، خدا دور ما رو یکمی خلوت کرده. برای اینکه ما حق انتخاب داشته باشیم، خدا عکس العمل فوری نشون نمیده. و وقتی عکس العمل فوری نشون نداد، فکر میکنیم خدا نیست. و وقتی عکس العمل فوری نشون نداد، نه تنها فکر میکنیم خدا نیست، طبیعتاً فکر نمیکنیم او مهربان هم هست. اگر میدیدیم او رو در عکس العمل های مداوم، مهربانی او رو هم میدیدیم. نمیبینیمش، این عکس العمل های مهربانانه خدا رو نمیبینیم. خب خدا نشون بده، میفرماد خب اگه من نشون بدم که تو دیگه خودت نیستی، مستقل، میخوام رو پای خودت بایستی، خب باید ازت فاصله بگیرم. بعد تو نمیبینی این عکس العمل های مهربانانه من رو. چرا ما مهربانی خدا رو نمیبینیم، دیر باور میکنیم؟ برای اینکه خدا یک کمی پنهان شده از دیده ها و یک کمی این عکس العمل هاش رو به ما نشون نمیده. عکس العمل هایی که 99% ممیز، 99% ممیز، 99% ممیز، 99% ممیز، 99% تا صبح مهربانان است. اگه برای یه دونه کار کوچولوی خوب ثوابایی که در نظر گرفته رو میریخ رو سرمون یه بار، میگفتیم خدا چی کار داریم میکنم، من که کاری نکردم. یه بار اگه خدا لب باز میکرد با ما حرف میزد در اثر کار خوب، میمردیم. اگه لب باز میکرد چی میگفت؟ شما فکر کنید خدا اگه در اثر کار خوب ما میخواست یه چیزی به ما بگه، چی میگفت که ما رو بکشه در جا؟ خدای بی نیاز، خدای با عظمت، خدایی که این همه بدی از ما دیده و هی فرصت داده، هی دنبال بهونه گشته ببخشه. خدای خدا، خدا اون که خداست. میدونید چی میگفت؟ طبق آیه قرآن در سوره‌ای که نامش رحمت خداست، در سوره الرحمن، اگه خدا میخواست لب باز بکنه بعد از یه کار خوب به ما یه چیزی بگه، میدونید چی میگفت؟ میگفت به من لطف کردی، من به تو لطف کردم، من به تو، به من احسان کردی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، من به تو احسان کردم، من به تو چی میتونم برسونم؟ نکش منو اینجوری با این حرفات، یه جایزه بده برم. نه، تو
تو به من احسان کردی، حالا منم به تو احسان میکنم. تو به اندازه خودت احسان کردی، منم به اندازه خودم به تو احسان میکنم. تو محدودی، همینقدر بودی، من که نامحدودم، من نامحدود به تو احسان میکنم. به خاطر همین یه دونه کاری که من کردم، ما چون خدا پشت پرده غیبت و عکس العمل فوری مخصوصا برای بدیهای ما نشون نمیده، مهربانیشو درک نمیکنیم. چون خدا پشت پرده غیبت و عکس العمل فوری برای کارهای خوب ما نشون نمیده و خیلی هم سختشه، خیلی دشواره براش، دوست داره بعد از یه کار خوب ما رو بغل کنه، جیغ بکشه، بندازه هوا بگیره، کوچولوی من، بنده نازنین من، ولی نه، خودداری میکنه، کار خوبی کرده بندم، نگه دارید براش، نگه دارید. برشته عکس العمل هورا میخوان بکشن، کل بکشن، نقل بپاشن، گل باران کنن، معطر کنن وجودش، صداشو در نیارید، بذار خودش باشه. تشویق نکنید بچه ما، تکرار میکنه خودشو، میخوام بره جلو. هیچی نکید. فکر میکنم فرشته ها بغض میکنن، بغض میکنن فرشته ها، گریه میکنن، خدا بذار ما به این بنده خوب تو خدمت. اصلا و این چنین است که ما نمیتوانیم بفهمیم خدا چقدر مهربان است، و این چنین است نمیتوانیم بفهمیم خدا مهربان است، و این چنین است نمیتوانیم بفهمیم خدا چقدر مهربان است. خدا غائب است از نظرها، خدا عکس العملی که به ما لازم نشون داده بشه در اثر خوبی ها یا بدی هامون فوری نشون نمیده. این معناش این نیست که نیست، این معناش اینه که تو خودت باشی، روی پای خودت بایستی. خدا خواست به تو فرصت بده تو خودت دارایی های درونی خودت رو شکوفا کنی. خب خدایا نشون بده. میفرماد خب اگه من نشون بدم که تو دیگه خودت نیستی، مستقل، میخوام رو پای خودت بایستی.